حدود یک ماه پیش بود که رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مصاحبه‌ای بیان کرده بودند که ایران بیش از 30 میلیون گیمر دارد. در این برنامه حرف‌های گیمرهای ایران را می‌شنویم و با نحوه زندگی آنها آشنا می‌شویم و قصد داریم این موضوع را جهت درک دقیق مخاطب و شفاف‌سازی محیط موجود در اتمسفر حاکم بر فضای گیم کشور بدون هیچ روتوش و سانسور و حذفیات و جهت‌دهی ارائه دهیم. باشگاه زندگی خانه نوجوانی. قسمت دهم گیمر. احسانم مهمون این قسمت میگرکس. خودتو معرفی کن. احسانم میگرکس بهمون میگن. اینو 16 سالمه. کرج زندگی میکنم. به شام طراحی داخلی. حوصله نداره حرف بزنی. ای بابا. زنگ زنگ. یا باش نزن محکم بزن. میگرکس یعنی چی؟ میگرکس هر کلمش یه معنی داره. مثلا امش میشه مانی. حاجی کلش یه کلمه. بقایش میشه ایده. یکی از جیش میشه گاد. یکی دیگرش یه چیز دیگه میشه. بعد تا ته همینجوری همش معنی داره که به هم چسبیده میشه دیگه هم. ریکاش کلش رو میگم. خب چی بازی میکنی؟ من خودم بازی میکردم وارزون. اولی که فورتنایت بازی میکردم ولی یه مدت وارزون رو خیلی بازی میکردم که دستم نمیدونم چی شد و گشت گرفتم نتونستم بازی کنم. و الان فعلا هیچی بازی نمیکنم. آفرین. عرضم به حضورت که پلی تایم یعنی چی به نظر؟ پلی تایم یعنی وقت بازی. مرسی. فقط پوکره. تا حالا تو گیم ناراحت شدی مثلا الان؟ خیلی ناراحته. چون تو گیم مثلا وارزون زیاد بازی میکردم چیتر خیلی داشت. به خاطر همون همه شی میخوردیم. از چیترها اون موقع هم دیگه عصبانی میشدیم. چیتر نخوری. همین دیگه. خب از کجا فهمیدی چیت زده؟ از کجا میفهمیدی این چیت زده؟ مثلا بعضی از اتفاقا این که مثلا وقتی چجوری بگم مثلا شما پشت دیوار کم کردی یا وایستادی که یارو صدا پا داری میگیریم و آقای بیاد بالا شما بزنیش ولی اون میدونه شما اونجایی ولی چجوری میفهمه؟ نه یو ای وی داره نه همین نمیتونه ببینه دیگه بعد با چیتش میتونه وال هک بهش میاد فکر کنم از پشت دیوار میبینه که تو کجا وایسادی یکی از چیتاس البته عرضم به حضور تا حالا شده خوابت بیاد ولی بشینی پای گیم بزنی؟ آره این اتفاق خیلی میفته همیشه یعنی چون که گیم اعتیاد داره دیگه هی باید بازی کنی هی بازی تو بهتر کنی مثلا یه کاری کنی تو اولشی دیگه تو میخوای بهترینش باشی تو بازی و اون موقع است که سر همه چی میزنی که بری بازی کنی. عرضم به حضورت که تو چیا بهترینی؟ من تو چه بازیایی؟ آره کلن اینجوری نیست که بگم من الان اینش اینم از اون بهتره ولی اینت از اون بهتره در حد خودم بازی و بلد بودم در حد خودم میتونم انجام بدم هر کاریو. آفرین به در حد خودت. تلاش میکنی تو چه چیزایی بهترین باشی؟ این چه واسه پدر مادرم، خانوادم بعد چیزایی که در آینده قراره بهش برسم دوست دارم تلاش کنم که توش بهترین باشم مثلا مثل یوتیوب مثل همین محتوا سازی همین. باشه عرضم به حضورت که یه گیمر به برنامه ما دعوت کن یکی که میشناسی. گیمرهای زیادی میشناسم خیلی تلاش میکنن که استریم ایرانو ببرن بالا استریمینگو تلاش زیاد میکنن همشون هم میشناسم بیشترشونو و تو همه سبکو هم بازی میکنن
من دوست دارم به این برنامه یه نفر، چون که خیلی به استریمینگ ایران کمک کرده، داره تلاش میکنه که خوب شه، فراد تواناست، فراد ایکس ری لقبش. خوبه باش زنگ یادت نره بدون سانسور جوابمون بده. باش. خب دختر یا پسر بودن فرق داره تو گیم؟ تو گیم که آره، مثلا تا وقتی قیافتو نبینن زیاد فرق نمی کنه، ولی همون صدا هم تاثیر داره. ولی تو استریمینگ و اینا وقتی شما داریم استریمر ایرانی، ولی اسمشون رو یادم نیست که به خاطر دختر بودنشون، این نیست که مثلا بگم پسرا نمیتونن، پسرا هم میتونن تلاش کنن، ولی چون که یه ذره بحث میدونید که دیگه دخترها فرق میکنن، یه ذره وقتی بعضیاشون میان باعث میشه که بیشتر سریعتر پیشرفت کنن. آها با این موضوع واقعا موافقم که خود پسرا حواظ بازی در میشه، ولی خب دیگه به هر حال مشکلیه که هست. از سرعت نت راضی هستی؟ از سرعت نت تو ایران خیلی ها مثلا راجب این حرف میزنن که تو استریمرها، همون گیمرهای ساده، کسایی که حتی تو خونه خودشون با کنسول ساده بازی میکنن، خیلی بحثشونه که مثلا نت پینگ بده، نمیدونم ضعیفه، مثلا پینگ ما 150، پینگ این 70، ما مثلا باید پینگمون پایین‌تر باشه. آره تو بازی خیلی مشکل به مشکل برمیخوری، مخصوصا بازی فورتنایت چون خیلی بیلد و ادیت و اینا داره، بیشتر این اتفاق میفته. خب عرضم به حضور شما که جمله منو کامل کن. اگه گیم یه شغل رسمی بود طرفدارای خیلی زیادی داشت، یعنی خیلی ها میرفتن سمتش و چیز سختی هم زیاد میدونید سخت نیستش، میتونه آدم یاد بگیره، تلاش کنه و میتونه شغل خیلی پرطرفداری شه. عرضم به حضورت که همه گیمرها بچه مثبت هستن؟ هیچ گیمری مثبت نیستش، همه منفی، همه بیشتر بددهن. دوست داشتنی، البته خیلی دوست داشتنی، همشون دوست داشتنی هستن. دیگه خرابش دیگه. پیشنهاد چیه به مسئولین واسه جدی گرفتن گیم؟ پیشنهاد که میدیم چیز که نمیرسه، ولی اگه یه روزم برسه این که یه ذره دقت کنم بهش، خیلی استعداد داریم، خیلی میشه ازش پول در آورد. بعد این که چیزی که دوست دارن جوانان، حتی سنشون خیلی بالای کسایی که بالای 50 60 سن دوست دارن، این که یه ذره بهش تمرکز کنید، روش یه ذره دقت کنید. مرسی با من از توضیحات جامعه. پیشنهاد به خانواده ها در مورد فعالیت گیمرها چیه؟ بیشتر گیمرها خیلی با سختی، اونا که تو یوتیوب گیم بازی میکنن یا مثلا استریم میکنن، خیلی سختی ها کشیدن که به اینجایی که هستن، که به اون نوک قله هم نرسیدن، هستن، خیلی تلاش کردن، خیلی سختی ها کشیدن، خیلی حرف ها شنیدن. پیشنهادم اینه که خودشون اول یه مثال، یه ضرب المثل هستش که میگه قبل اینکه یک راه رفتن یکی رو قضاوت کنی با کفشش، یه دو قدم راه برو، همینه، یه نگاهی کنن یه ویدیویی. اصلا کمرم شیکه هست. ضرب المثلات خیلی عالی هست. کلام آخر چیه؟ تموم شد؟ آخرش داره برو هاشو گیم بازی کنید و اینکه هیچ وقت قضاوت نکنید، حتی اگه تو بدترین شرایط بودید، و اینکه همیشه رها کن، زیاد بهش دقت نکن. Playtime.